سلام بچه ها، خوش آمدین در یک ویدیوی دیگه با من مشتبه حسینی. در این ویدیو قراره با هم بریم درباره اخباری که درباره بیت کوین آمده مرور کنیم. اگر جدید هستی در کانال، دوست داری درباره سرمایه گذاری بیت کوین، ارزهای دیجیتال، سهام و سرمایه گذاری های دیگه و همچنین ایده های کار آنلاین یاد بگیری، خوشحال میشم کانال را سابسکرایب کنی، زنگوله را بزن، اسمش رو لایک کن که با هم بریم اخباری که درباره بیت کوین آمده بیرون با هم مرور کنیم. حالا چی کسی هستی؟ از قبل روی بیت کوین سرمایه گذاری کردی، ارزهای دیجیتال، یا میخوای جدید سرمایه گذاری کنی؟ چیزهای خیلی مهم و چیزهای خیلی جالب است. اصلا میخوایم ویدیو رو تا آخرین دقیقه ببینین که شما هم بفهمین و واقعا از این یعنی موقعیت هایی که فعلا در حال حاضر در دست ما و شما قرار داره میایه بتونیم ما و شما یک استفاده ای کنیم. اول با هم مرور مونیم، سعی کنین شما خودتان خوب قشنگ توجه کنین. Things you could have bought for one bitcoin، چیزهایی که ما و شما میتونستیم با یک بیتکوین بخریم. مثلا در سال 2000 در سال 2010 تو با یک بیتکوین فقط میتونستی یک لیمو بخریم. در سال 2012 فقط یک مینی مکدونالدز میتونستی بخری. در سال 2018 میتونستی یک موتورسیکل بخری. در سال 2020 میتونستی یک قایقای جتی که داخل مردم برای مثلا تعطیلات نا استفاده را میتونستی بخری. در سال 2021 الان این مال چند وقت پیش هست، در حال حاضر نیست که بیت کوین از 54000 امروز 54000 دلار هستن. خب مثلا تو با 36000 دلار میتونستی یک ماشین تسلا بخری. سال 2025 معلوم نیست چی ما میتونیم با یک بیت کوین بخریم. میتونیم بهترین ویلا را در اسپانیا یا کدام کشور دلخواه دیگه ای که ما دوست داریم اونجا بریم میتونیم بخریم، یادم کشوری که زندگی مونیم. خب قشنگ توجه کنین، ما قبلا هم برای شما گفتم یک کسی که در شروع روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده تا امروز بیت کوینش نفروخته، هیچ کسی ضرر نکردن، هیچ کسی. و من برای شما گفتم که سرمایه گذاری طولانی مدت هستم، من کوتاه مدت ندارم. من بیت کوین دارم برای همیشه وقت دارم، ولی ببینیم در چه وقتی که میتونیم بهترین سود و بهترین استفاده راش میتونیم داشته باشیم. و یادتان باشه که من کدام مشاور سرمایه گذار نیست، فقط کوشش نم برای شما اطلاعات بدم و خودتان همه چیزای زنار اگر بخواید سرمایه گذاری کنین، هر کار کنین، باید تصمیم شخصی خود بگیرید. و در شروع من گفتم بگذره چیزای مهمه برای شما معلومات بدیم. یا برای مثال بیت کوین hits another record. Here is how much you would have if you invested 100 in 2009. یعنی خب بیت کوین رکورد های تاریخی رو هر روز میزنه. ما اینجا برای شما قشنگ قرار توضیح بدیم که بریم با هم ببینیم. مثلا CNBC یک از بزرگترین شبکه خبری دنیا هستن که گفتند تو اگر یک دانه بیت کوین در سال یعنی 100 دلار در 2009 بیت کوین می‌خرید، توش ایده کمی از مردم رفتن این کار رو انجام دادن، چقدر پول می‌شد امروز برات؟ در کجا بودن؟ For example, if you are invested in Bitcoin when it was first launched in 2009, your returns could be in the millions or billions because the initial value of the assets was. یعنی تو اگر در سال 2009 میرفتی بیتکوین میخریدی، حالا به ارزش 1000 دلار یا 100 دلار، اینا 100 دلار میخریدی که امروز میلیونر بودی. اگر به ارزش یعنی به ارزش 1000 دلار میخریدی امروز یک بیلیون یعنی میلیاردر بودی. یا چیزی دیگه اش همینجا ما خواندیم، گفته say you got into the game when bitcoin was 10 cents. اگر تو در 2010 شروع کردی که فقط یک بیتکوین بود 10 سنت، و اگر تو 100 دلار سرمایه گذاری کرده بودی یعنی به اندازه 1000 تا بیتکوین خریده بودی، و 1000 تا بیتکوین تو واقعا نه at its all time high Thursday those thousand bitcoins would have been worth more than 48 million. اگر تو از 100 دلار میرفتی بیت کوین میخریدی که 100 دلار در 2010 میشد 1000 تا بیت کوین، و امروز او 1000 یعنی او 100 دلاری که تو بیت کوین خریده بودی 48 میلیون دلار بوده. خب قشنگ توجه کنید، اینجا خیلی خبر مهم را درباره کجا بود. اول مریم درباره از اینجا با هم مریم میخوانیم، یعنی خبر امروز در
کوین تلگراف. کوین تلگراف یک از بزرگترین شبکه خبری درباره ارزهای دیجیتال و بلاک چین هست که هر روز میای بیرون. خب قشنگ توجه کنه. Want to be rich، میخوای پول دار شی؟ Bitcoin's limited supply cap means you only need 0.01 بیتکوین. وقتی بیتکوین یعنی کامل استخراج شه و کامل استخراج شه و یعنی دیگه تمام شه و که دیگه استخراج نشه، نه تو واقعا در واقع 0.01 بیتکوین نیاز داره که 0.01 بیتکوینش امروز میشه $500. گفت in 10 years بیتکوینز final supply will be nearly exhausted, meaning holders might only need 0.01 بیتکوین to become 50 rich. یعنی وقتی دیگه بیتکوین کامل استخراج شده، تو واقعا فقط 0.01 بیتکوین نیاز داری برای اینکه بتونی یک میلیونر شوی. While purchasing 0.01 night cost only 500 today, current trends is global wealth. یعنی در حال حاضر تو میتونی با 500 یعنی $500 0.01 بیتکوین بخری. نه بیتکوین خیلی زیاد هسته و نه پول خیلی زیاد هسته. در شروع رفتیم با هم مرور کردیم که از شروع بیتکوین مثلا با $100 تو چقدر بیتکوین میتونستی بخری و او $100 امروز برای تو چقدر پول میشد. و خب حالا خب ما تقریبا یعنی 10 سال از تاریخ بیتکوین گذشته، 10 سال از تاریخ بیتکوین گذشته و مدت خیلی زیادی هم مانده که تا بیتکوین یعنی کلن استخراج شده و اون وقت هسته که دیگه یعنی واقعا غوغا به پا منه. همه عالم بیتکوین غوغا به پا کده و ما و شما 10 سال دیگر در پیش داریم. به نظر شخصی ما و شما هرچی زودتر داخل از گیم بیاییم فایده کردیم، هرچی زودتر یک روز زودتر بیاییم داخل گیم فایده کردیم. گفته according to credit issue global wealth reporting there are 51.4 million individuals with a net worth surpassing 1 million. به گزارش خبر کریدیتیس سوئیس، آره در سال 2020 بررسی کردن که فقط یعنی مثلا بیش از 51.9 میلیون نفر در دنیا وجود داره که مثلا یک سرمایه به ارزش $1 میلیون دارن. گفته the index considers a person net worth along with their financial and real estate asset while all dedicating their debts and liabilities. منظورش هست که یعنی اینقدر این مردمایی که اینقدر سرمایه دارن اگر خواسته باشن برن بیت مثلا پولشان روی ارزهای دیجیتال و مثلا اینا سرمایه گذاری کنن، اگر اشتباه نکنم اینا یعنی اونقدر مثلا بیت کوین اونقدر میتونه برشان کمک کنه که هر چیزی را که دوست داشته باشن انجام میده و هر چیزی که دوست دارن پرداخت کنه. یعنی گب از میلیونی و میلیاردری هست. خب قشنگ توجه کنین. According to credit individual world breakdown people were worth more than 50 million of this. من اینا رو در انگلیسی اینا میخوانم، چیزهای مهم شده برای شما ترجمه همونام. حالا اگر شما انگلیسی میفهمین کدام جای من اشتباه ترجمه کردم برای من در کامنت بنویسین. من کدام کسی نیستم که انگلیسی من پرفکت باشه، ولی خب تا جای خوب هستم مثلا متوجه میشم، ولی یک مقدار در زبان فارسی که بتونم توضیح بدیم برای من سخت هسته چون مشکل کلمات دارم، کلمات فارسی اینا دارم، ولی متوجه میشم که منظور چیه. بیتکوینز Final supply will reach 90%. یعنی 98% از بیتکوین در تا 10 سال دیگه استخراج میشه. از مارچ در یعنی در مارچ در اول مارچ بیتکوین total supply consists of 18.64 million بیتکوین. در اول مارچ بررسی کردن که 18.64 میلیون بیتکوین استخراج شده و 2.37 میلیونش باقی مانده که استخراج شده. In 10 years the supply will reach 20.6 million or 98 of the 21 million coins for the total supply. تا 10 سال دیگه یعنی 20.6 میلیون یا 98% از بیتکوین استخراج میشه. In the future the wealth will fight for یعنی در آینده یعنی سرمایه گذاران میلیونرها و میلیاردرها فقط برای 1.01 بیتکوین می جنگن.
خوب قشنگ توجه کنین، یعنی بیت کوین مردم پیش مثلا دنیا پیش بینی کردن و مثلا کسانی که بیشتر در دنیای بلاک چین و ارزهای دیجیتال هستن و اتفاق میفته، اصلا جای شک نیست که اتفاق بیفته. و همچنین خبر مهم دیگه‌ای که من برای شما دارم، JP Morgan since its private clients premier on crypto. یک جی پی مورگان یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری دنیا و چهارمین بزرگترین بانک سرمایه گذاری مالی در آمریکا هستند. یک خبر برای کسانی که میخواین اینجا مثلا سرمایه گذاری کنن، سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال یا هر چیزی دیگه است، خبر برشان فرستادن. حالا خبر مهم میشه، مریم همه خبرش نمیخوانیم و چیز مهمی که اینا درباره بیت کوین گفته. The report breaks down how Bitcoin could be valued applying the three different metrics: the number of users, the value of gold and the global money. گفته چیزهایی که مثلا بیت کوین ارزشش را یعنی تصمیم میگیره این که تعداد کسانی که استفاده میکنند، تعداد the number of users, the value of gold and the global money یعنی ارزش طلا و همچنین پول هایی که در اینجا سرمایه گذاری میشه. منظور چیز گفته if applying a version of Metcalfe's law, the bitcoin's value is proportional to the square of the number of users. It would be الان من دقیق منظور از ایش نفهمیدم چی گفته. اگر بر اساس از این بیت کوین استفاده شونه، یک بیت کوین میتونه ارزشش به 21000 دلار برسه. گفته اگر بر اساس دومیش گفته if applying the current value of the gold to the max supply of 21 million bitcoin it would be valued at 540,840. بچه ها میبخشن دیگه، من انگلیسیم تحمیل نیست دیگه، شما خنده نکنین. گفته اگر مثلا بر اساس طلا همون قدری که مثلا پول هایی که در طلا وجود داره بره روی بیت کوین اینا، که اگر اشتباه نکنم یک بیت کوین ارزشش میرسه به 540,000 دلار. گفته اگر we're supplying the global value of the money to Bitcoin, max supply would place the crypto valuation at 1.9 million. گفته اگر پول کل پول ها بره قرار روی ارزهای دیجیتال، یعنی کل پول دیجیتال شنه که مشه، من خودم در یقیده هستم و شما هم اگر بخواین بیتکوین رو بخرین و چیزهای خبرهایی که من اول برای شما توضیح دادم، اگر شما هم باور داشته باشین مشه. خب این همه روی کسایی که در دنیای بلاکچین ارزهای دیجیتال هستن، اخبار اینایی که میشنوه نظر به هم و عقیده و باورش هسته که من خودم باور دارم، واقعا یعنی 100% باور دارم. گفته اگه کل پول ها بره پول های دیجیتال مثلا روی بیت کوین بره سرمایه گذاریش، یک دانه بیت کوین به 1.9 میلیون دلار میتونه ارزش پیدا کنه. 1.9 میلیون دلار، یعنی واقعا چیزی بی نظیر هستن دیگه. یعنی چند تا خبر مهم بود درباره ارزهای دیجیتال بچه ها، یعنی به نظر من خبرهای خیلی مهم هم هستن و اینکه باید ما و شما، منظورم که ما و شما نه کسانی که علاقه مند هستن، واقعا هرچی زودتر بتونیم ما و شما وارد دنیای ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین نشونیم، کسانی که علاقه مند هستن و این تصمیم شخصی خود رو بگیرن و همچنین اینجا قیمتای حال حاضر امروز بیت کوین ارزهای دیجیتال میبینیم. بیت کوین یعنی 5.53% امروز رشد کرده، از مرز 51000 دلار از 50000 دلار دوباره گذشت. چند لحظه پیش بود تا 54000 دلار رسید، الان 53.836 دلار. ایتریوم هم واقعا خوب رشد داشته که این آره دیگه 4.31% رشد کرده. لایت کوین هم 6.78، ریپل هم خوب هسته، EOS هم رشد خوب داشته. این یک خبر خیلی مهم بود بچه ها، خواستین برین سرمایه گذاری کنین روی ارزهای دیجیتال، از قرار کامنت های شما، از قرار چیزهای شما من میبینم، کوشش کنین اول یک مقدار اطلاعات دیست برین و بعد ما و شما یه روز یک مقدار مدت طولانی در نظر داشته باشین سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال مونین و کوشش کنین که یعنی کل سرمایه تان نباشه و همچنین وقتایی که روی ارزهای دیجیتال نه سرمایه گذاری مونین، روی هر ارز دیجیتال هسته
حالا بعضی بچه ها من میبینم مثلا ارزهای دیجیتال بیش از 8000 ارز دیجیتال در حال حاضر وجود دارن که خیلی ها مثلا میرن روی ارزهای دیجیتالی سرمایه گذاری میکنن که به نظر شخصی خود مزیاد ارزش، یعنی من اصلا هیچ رشدی در اونا خیلی امکان کم، یعنی امکانش خیلی کم است که ما بتونیم ببینیم که اونا رو خواهد رشد کرد، چون وقتی ما روی ارزهای دیجیتال یا مثلا کمپانی هایی میخواییم بریم سهام بخریم، ببینیم اینا چی کار مونه برای دنیا، چی کار مونه، چیزهایی هسته که واقعا دنیا نیاز داره، چیزهایی هسته که مثلا مشکلات مردم حل مونه، یعنی مثلا بیتکوین، اتریوم، کاردانو، یونایسپیر، چینلینک، اینا یک چیزهایی هسته که در دنیای بلاکچین و همیشه روی تکنولوژی و پیشرفت نا کار مونه. کوشش نکنین که مثلا 15 20 تا ارز دیجیتال داشته باشین، مکسش بین 5 تا 10 تا، که من قبلا هم برای شما گفتم از کجا میتونین مثلا کدو ارزهایی را که من خودم خریدم، و همچنین من سوال از شما دریافت کردم که از کجا ما میتونیم، بذار ما برم روی کانال یوتیوب برای شما توضیح بدیم که میتونم مثلا برایتان صاف و ساده باشه که از کجا میتونیم چقدر ارز دیجیتال بخریم. بیاین مثلا روی کانال ما که بیاین، حالا از طریق تلفن میاین و بعدا اگر بخواین کیف پول دیجیتال درست کنین از طریق کامپیوتر پیش برین بهتر تره. این قسمت میاین میبینین پلیلیست، روی پلیلیست که بیاین ویدیوهای انگیزشی، البته یک دن ویدیو در باره چند تا پیشنهاد کتاب برتان دادم، اینجا سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال، پلیلیست کار آنلاین، مثلا شما میخواین ارز دیجیتال بخرین روی از پلیلیست که کلیک کنین اینجا ما سرمایه گذاری آره روی ارزهای دیجیتال نیه، سرمایه گذاری سهام هست. اینجا من برتان ویدیو دارم که چرقمی برتان اول یک حساب برای خریدن سهام باز کنین، بعد چرقمی از بروکر استفاده کنین، کمپانی هایی که من خودم سهامش خریدم و همچنین غیره و غیره و غیره و غیره، یا اینکه اگر بخواین مثلا سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال شروع کنین، اینجا من در پلیلیست برای شما ویدیو دارم که این از اینجا شروع شاره. اینجا در کریپتو میتونین برتان حساب بسازین، کریپتو یک مقدار من استفاده کردم تا جای خوبم هست، زیاد نپسندیدم، ولی من از کوین بیس استفاده منم. اینجا این ویدیو رو میبینین طریقه درست کردن کیف پول دیجیتال در کوین بیس، اگر یعنی تا حالا کدام کیف پول دیجیتال ندارین میخواین درست کنین، این ویدیو رو میتونین برین ببینین برایتون کیف پول دیجیتال درست کنین و خیلی ساده است، استفادهش واقعا ساده است، بعد میتونین شروع به خریدن بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگه کنین. دیگه امیدوار هستم که از این ویدیو یک چیز خوب یاد گرفته باشین و براتون جالب بوده باشه. اگر بوده حتما کانال لایک کنین، ویدیو رو لایک کنین، اگر تا حالا کانال سابسکرایب نکردین خوشحال میشیم کانال سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که از ویدیوهای جدید بی خبر نباشین و ویدیوهای بیشتر درباره ارزهای دیجیتال به زودی برتان میاد. وقتتان خوش، خدا نگهدار. این لایک را با هم بریم درباره بیت کوین. سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه با من مشتبه حسینی. خوش اومدیدتون میگم.